سلام علی شیرازی هستم و این برنامه میز مطبوعات جمعه 18 بهمن ماه توزیع سبد کالای حمایتی میان اخشار کم درآمد جامعه و انتقادها به آن که در نهایت منجر به عذرخواهی حسن روحانی از مردم شد و بحران در پی بارش برف شدید در استانهای شمالی کشور از موضوعات مورد توجه رسانه ها در هفته گذشته بود رئیس مجلس شورای اسلامی درباره توزیع سبد کالا گفت دولت باید با سرعت روش توزیع سبد کالا را اصلاح کند اگر این کار بخواهد درست انجام شود باید با اطلاعات دقیقتری همراه باشد به گزارش مشرق علی لاریجانی در آغاز جلسه ارعنی در روز 15 بهمن گفت لازم است دولت در ارائه لایحه بودجه تغییر را به وجود آورد و پیشنهاداتی را که به عنوان تبصره به مجلس ارائه می دهد که گاه قوانین مادر را تغییر می دهد را کنار بگذارد و قوانین مادر را در لایحه جداگانه تغییر داده و به مجلس ارائه دهد. و ادامه داد لایه بودجه باید مختصر و روشنتر به مجلس ارائه شود و این موضوع پیگیری خواهد شد. رئیس مجلس با اشاره به مراجعات نمایندگان و تذکرات آنها در مورد نحوه توزیع سبد کالا در کشور اظهار داشت از آنجایی که نمایندگان مردم ارتباط تنگاتنگی با با مردم دارند کاملا این اشکالات را حس می کنند و در جمع نظراتی که نمایندگان داشتند این موضوع روشن شد که در ارائه سبد کالا به مردم دقت کافی صورت نگرفته و برخی از طبقات جامعه نتوانستند از این سبد کالایی برخوردار شوند مخصوصا کشاورزان نابسامانی در وضعیت آنها وجود دارد لاریجانی تصریح کرد دولت باید در این زمینه با سرعت روش توضیح سبد کالا را اصلاح کند اگر این کار بخواهد درست انجام شود باید با اطلاعات دقیق تری همراه باشد و اگر اطلاعات هم کافی نیست دولت باید سقف را ارا در ارائه این خدمات در نظر بگیرد نه را وی افزود باید وزارت رفاه و مسئولین زیرب با دقت بیشتری در ارائه سبد کالا به مردم عمل کنند او گفت من با دولت هم صحبت کردم قرار شده تا اشکالات رفع شود اما سرعت رفع اشکال باید سریعتر باشد در همین رابطه برخی نمایندگان مجلس هم با انتقاد از نحوه توزیع سبد کالا در میان مردم به مقامات دولتی تذکر دادند به گزارش خبرگزاری فارس تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولین اجرایی کشور در جلسه نوبت دوشنبه که از سوی هیئت رئیسه قرائت شد بدین شهر بود تذکر 13 نفر از نمایندگان استان گیلان در تذکری خطاب به رئیس جمهور خواستار کمک به آسیب دیدگان برف سنگین گیلان و ارسال ماشینالات راهسازی برای بازگشایی راه های استان شدند. اکبریان و کولیوند نمایندگان کرج به وزیر صنعت در مورد بی و عدم توجه جدی به نحوه توضیع سبد کالا و توهین به مردم تذکر دادم بیرانوند در تذکری به وزیر صنعت خواستار تجدید نظر در نحوه توزیع سبد کالا شد به نفعی که این سبد به دست نیازمندان برسد و اینکه واجدین شرایط دریافت سبد کالا نظارگر دیگران نباشند رحمان دوست جعفری محبی قادر مرزی آریای نجات بیرانوند حسینیان جوکار باقری بنابی تاهری علیلو بحرینی حیدری طیب و شهریاری نمایندگان تهران بجنورد قروه ملایر بروجرد، تهران یزد بناب گرگان شبستر مشهد کرمانشاه و زاهدان هم در تذکری به رئیس جمهور عنوان کردند که چرا توضیع نامتوازن و بدون برنامه و صحیح سبد کالا به گونه‌ای در دهه فجر انجام می شود که عامل نارضایتی از نظام و آزار مردم و تجمعات اعتراضآمیز آنان باشد. آلیا نماینده تهران هم در تذکری به رئیس جمهور خواستار اصلاح شیوه توضیع سبد کالا به مردم شد که طی روزهای گذشته نارضایتی بسیاری را به بار آورده او توصیه کرده که شیوه به شیوه پرداخت ایدانه در سال گذشته عمل شود محمد خوششهره از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران هم به نحوه توزیع سبد کالا میان مردم انتقاد کرد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تقریبا همه از آن دارند که شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط خاصی است گفت به دلیل رکود تورمی موجود در کشور نظام گذاری با هایی همراه است محمد خوشهره گفت هرچند که تصمیم گرفتن در شرایط کنونی سخت است اما این دلیل نمی شود که نتوان تصمیمات اوقلایی گرفت خوشهره با بیان اینکه دولت یازدهم اجازه اشتباه ندارد تأکید کرد دولت نمیتواند از روش آزمون و خطا کشور را اداره کند وی گفت متاسفانه در برخی از موارد مشاهده می شود که تصمیمات دولت از جامعیت لازم برخوردار نیست. خوش افزود هر تصمیم غلطی هم فرصت را از بین میبرد و هم به تشدید شدن شرایط کنونی کمک می کند. وی با اشاره به تصمیم دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی خاطر نشان کرد اینکه دولت برای جبران هزینه های خود می خواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد جای تعجب دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد دولت به راحتی و با استفاده از روش های مختلف می تواند هزینه های خود را کاهش دهد. وی با اشاره به مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت دولت می تواند چهل درصد از دهک های جامعه را شناسایی و از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف کند. خاشعره در ادامه برخ گفت برخلاف اینکه برخی معتقدند راه شناسایی سخت و ناممکن است من معتقدم که میتوان با استفاده از اطلاعات موجود و روشهای درست آکادمیکی و آلمانه این سهم از جامعه را شناسایی کرد وی گفت اگر دولت فقط به 60 درصد از مردم یارانه بپردازد هزینههایش به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد وی در ادامه درباره نحوه توضیح سبد کالا میان مردم نیز گفت این کار می توانست خیلی بهتر از این اجرایی شود که نشد محمد هاشمی رفسنجانی هم یکی دیگر از منتقدان سبد کالا بود او درباره توضیح سبد کالا و تاثیر این کار در بهبود وضع معیشتی مردم تاکید کرد بالاخره اگر ای که استحقاقش را دارند این سبد را دریافت کنند مقداری کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر است ولی روش اجرا و دامنه اجرا خیلی مناسب شرایط اقتصادی کشور نیست راه های بهتری وجود دارد و این نوع مسائل از نظر بنده خیلی توجیه ندارد و حالا نوبت میرسه به بخش یک جمله یک خبر آمریکا شماری از اشخاص و شرکت‌های طرف معامله ایران را تحریم کرد. تحت فشار قرار دادن مریم شفیپور برای گرفتن اعتراف. جنتی آرزوی آیت الله خمینی جنگ مستقیم با آمریکا بود. در پی تحریم تازه ایران آمریکا را به اقدام متقابل تهدید کرد. اشکوری، بعد از اعدام‌های سال 67 نظام به ضد خودش تبدیل شد. سناتور دموکرات همچنان در پی افزایش تحریم‌ها علیه ایران. آیت الله دستغیب نتیجه این 8 سال تاراج اموال مردم، دین زدگی جوانان، بی شدن مجلس و قوه قضایی بود. اما بارش بیسابقه برف در استانهای گیلان و مازندران بحران کم سابقه رو در این دو شهر به وجود آورد. عزم میخوام در این دو استان به وجود آورد. ارتفاع برف در بعضی شهرها همچون تونکابون و رامسر به بیش از 170 سانتی متر میرسید. در همین رابطه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه شورای عالی مدیریت بحران کشور که به برای بررسی وضعیت بارش برف در استانهای مازندران و گیلان تشکیل شد به, بیان نکات زیر پرداخت همه دستگاه های زیرب موظف به برآورد خسارت در حوزه خودشان و اعلام به وزارت کشور شدند هم در مدارس روستایی امکان ریزش سقف وجود دارد و هم امکان خسارت به باغهای مرکبات هست البته در رابطه با باغها از چند روز قبل رسانه های محلی اعلام کرده بودند که با توجه به شرایط جوی و امکان یخبندان و بارش زیاد مردم نسبت به جمعآوری مرکبات خود اقدام کنند در حوزه دام نیز مقرر شد تا بلافاصله پس از بازگشایی راهها علوفه های خشک را برای کمک به دامداران روستایی ارسال کنیم همچنین قرار شد برآورد خسارت منازلی که آسیب دیدند از طریق بنیاد مسکن اعلام شود بر این اساس بعد از برآورد خسارات از سوی تمام دستگاه ها آن را در دولت به منظور تأمین اعتبار و جبران خسارت مطرح خواهیم کرد در حال حاضر مشکل آب و برق 95 درصد شهرهای مازندران و گیلان حل شده و مسیرها نیز باز است. کمک های غذایی دارویی ارسال شده و قرار بر بازدید مسئولان از محل است. تنخواهی نیز برای رفع هزینه های لازم ارائه می شود. با توجه به اینکه متوسط سردی هوا منفی 8.5 درجه سانتیگراد بوده قرار بر این شد تا از ترددهای غیر ضروری به منطقه جلوگیری شود و پلیس راه نیز موظف به کنترل وسایل نقلیه است تا با تجهیزات به منطقه بروند. مسیرهای روستایی نیز بازگشایی شده جمعبندی جلسه نیز این بود که آماده باش دستگاه ها تا روزهای آینده ادامه داشته باشد تنها کاری که مردم می توانند انجام دهند صرف جویی در مصرف گاز و برق است به خصوص گاز چرا که در صورت قطعی گاز وصل مجدد آن به خاطر شرایط فنی خاصی که به همراه دارد زمانبر خواهد بود در حالی که بارش شدید برف در شمال ایران ادامه داشت، حسن روحانی رئیس جمهور دستور تأمین نیازمندی های استانهای شمالی را داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا قاسم احمدی لاشکی دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران روز دوشنبه چهاردهم بهمن ما گفت روستاهای غرب استان مازندران و بسیاری از شهرها در این منطقه با مشکل قطع آب و برق مواجهند و در وضعیت بحرانی به سر میبرند به گفته وی حدود 140 تا 150 روستا در استان مازندران آب و برقشان قطع شده. استاندار مازندران نیز در این زمینه تاکید کرده که برق حدود یک میلیون و هزار نفر قطع شده. در این حال مدیرعامل شرکت گاز منطقه مازندران به خبرگزاری مهر گفته که با توجه به قطعی و افت گاز در برخی از مناطق مازندران گاز واحد های تولیدی شهرک صنعتی، تجاری، کارخانجات و سی این استان قطع شده. به گزارش ایسنا در همین رابطه حسن روحانی سه وزیر کشور، نیرو و راه و شهرسازی را به همراه مسئولان محلی و هلال احمر موظف کرد تا در اسرع وقت پیگیری های لازم برای بهبود شرایط مردم در زمینه تأمین آب و برق و وسایل گرمایشی و همچنین عبور و مرور را انجام دهد. بارش برف سنگین به همراه باران به ویژه مناطق شمالی ایران را با مشکل مواجه کرد. در همین زمینه در استان مازندران ستاد بحران تشکیل شد. مهدی خلیلی مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا پیش بینی کرد که میزان خسارت وارد آمده به مناطق غرب این استان به ده هزار میلیارد ریال برسد. در این خصوص به گزارش خبرگزاری ایرنا ربیع فلاح استاندار مازندران نیز در نامه‌ای به وزیر کشور خسارت ناشی از بارش برف در غرب این استان را سنگین دانسته و خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای مقابله با این بحران شده در این حال گزارش ها حاکی از کاهش شدید دما و در مواردی بارش شدید در مناطق دیگر ایران است در تهران به گفته شرکت ملی گاز به دنبال کاهش دما رکورد مصرف گاز شکسته شده شرکت ملی گاز هشدار داده که در صورت عدم صرفه‌جویی گاز و استانهای شمالی قطع می شود. در همین حال نماینده مردم ساری با اشاره به سوء مدیریت های موجود در عرصه امداد رسانی به استانهای شمالی کشور گفت این بحران مدیر می خواهد. به گزارش خبرگزاری فارس محمد دامادی نماینده مردم ساری طی تذکری در صحن علنی مجلس با اشاره به بحران چند روزه در مناطق شمالی کشور گفت خوشبختانه همکنون آب، برق و گاز در این مناطق وضع شده و بازگشایی معابر هرچند به کندی ولی در حال انجام است. نماینده ساری ادامه داده برخی ها همکنون مصاحبه هایی می کنند و میگویند که بحران در حال اتمام است اما مشکلات فراوانی همکنون در پیش روی مردم قرار دارد کودکان بسیاری با مشکلات سرمازدگی و عدم رسیدگی توسط پزشکان روبرو هستند راه های ارتباطی روستاها با شهرها به خصوص در منطقه رامسر قطع شده دامادی گفت دامداران دامهای خود را از دست دادن و در چنین شرایطی به هیچ عنوان بحران تمام نشده است نماینده ساری ادامه داد من تذکر می دهم که این بحران مدیر می خواهد و با این سوء مدیریت ها و زیر سوال بردن تلاش برخی نیروهای خدوم بهتر است که بهداشت روانی استان تهدید نشود این بود میز مطبوعات این هفته امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه برای دیدن این برنامه و همچنین آرشیو بررسی روزنامه ها و میز مطبوعات میتونید به صفحه فیسبوک این برنامه با آدرس facebook.com مرور مطبوعات سری بزنید ضمنا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون را هم در مورد این برنامه میتونید در همین صفحه با ما در میون بذارید تا برنامه دیگر ایام به کام شب و روزتان خوش.